دوغ میگیری با یا چکنی؟ نه امروز دوغ. دوغ باشه؟ بله. ما وقتی که بولانی پذیر شروع کردم شهر کابل هیچ بولانی پذیر نبود. خب بلال جان چقدر وقت میشه که در بولانی پذی حاجی شیر آقا خودت فعالیت داری؟ 3 سال میشه که من اینجا هستم. پاک سترست بسان این لطف خداوند است. این یقین که باور کنیم خودم یک نزاکتی دارم که شهر بازار چیزی هیچ چیزم تبم نمیشه دلم نمیشه. صرف چند بودی که رها کردی؟ صرف 5. منم خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا و بیننده های عزیز چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا. انشالله که جور صحتمند و سرحال باشین. وقت شما بخیر. دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر میبینید، امروز با یکی از معروفترین و مشهورترین بولانی فروشی آمدیم به نام بولانی حاجی شیر آقا که در ساحه دیوانان واقعیت داره. ماشاءالله یک بولانی بسیار مزه‌دار آماده میکنن و به فروش میرسانن. آمدیم که به تصویر بکشانم که در این شرایط، در این شرایط امروزی همی بولانی حاجی شیر آقا آیا طعمش مزیش فرق کده یا امو بولانی شیر آقا الان به فروش رسانده میشه؟ چقدر تغییرات آمده در طعمش، در مزیش؟ آیا مشتریش کم شده و یا خیر؟ و قسمی که ما میبینیم در تصویر و قسمی که شما میبینید در تصویر، خریدارش، مشتریش کم نشده. نام خدا ماشاءالله بسیار بیروبار است و یعنی کیفیت خود از دست نداده. امو نام شهرتی که داره، امو با مو کیفیت و با مو مزه‌ای که به فروش میرسان، الان اونمو بولانی شیر آقا با مو کیفیت با مو مزه به فروش رسانده میشه و مشتری خاص خود را داره. آمدیم که احوالش بگیرم که حاجی شیر آقا چطور است، مشتریش چطور است، بازارش چطور است، آیا گرم است نیست، امو مشتریای سابقش کجاست و یا مشتریای تازه پیدا کرده. صحبتایشان می داشته باشم، به تصویر میکشانم. صحبتای کارکنای بولانی فروشی شیر آقا و همچنان صحبتای خودش را می داشته باشم. ان شاءالله که تا پایان برنامه مرا همراه باشید. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینین بیروبار به حد است و تمام مشتری های بولانی حاجی شیر آقا منتظر هستن تا اینکه بیروبار کم شود و بولانی خریداری بکنن. بیچاره منتظر هستن. صحبت هایشان همه داشته باشم. سلام. علیکم سلام. خوب هستین؟ قرارویست سلامت باشین. خود معرفی بکنین. اسمم نعمت الله از ولایت قنبر، فعلا در کابل زندگی میکنم. در کابل زندگی میکنین و علاقمند بولانی و حاجی شیر آقا هستین؟ بله بله علاقمندش هستیم. خب یک نیم سال میشه که اومدیم، هیچ نوبت نمیرسه دیگه. فعلا هم به نوبت ایستاد هستیم که باشه یک ذره فرصت شه که بولانی خدا بگیریم. نیم ساعت میشه؟ فیکس نیم ساعت میشه. حال نانم نخوردیم؟ ای نانم نخوردیم. ساعتم 2 بجه است. آها ساعتم 2 بجه است. مشتری ها منتظر هستن تا نانم نخوردن. نیم ساعت میشه منتظر هستن تا اینکه بیروبار کم شه و بولانی خریداری بکنن. خب چقدر وقت میشه که مشتری هستین؟ زیاد نمیشه، حداقل کم وقت میشه که در کابل اومدیم، یک دو ماه سه ماه حداقل میشه که. دو ماه سه ماه میشه که شهر کابل جان اومدین؟ بله. خب چند بار بولانی خوردین؟ زیاد نه دیگه، خب در یک ماه دیگه اونم 10 پیره 15 پیره دیگه مقدر میشه. زیاد نه، در یک ماه 10 پیره. چون بولانی یک ذره خوشمزه است. نه خوشمزه؟ بله. بیشتر که بولانی چی را خوش داری؟ کچالو گندنا؟ کچالو. کچالو؟ بله. خالص کچالو باشه یا مکس؟ والله مکس هم باشه، خب فرق نمیکنه. من کچالو باز خوبتر. کچالو خوبتره؟ بله. دوغ میگیری با یا چکنی؟ نه امروز دوغ. دوغ باشه؟ بله. حال منتظر هستی دیگه؟ دیگه منتظر هستم. دوستایت هست؟ آه دوستایم هست. همه گی منتظر هستن؟ بله ها دیگه. سرجم آمدیم که همینجا بشینیم یک ذره بولانی بخوریم. حالا فکر کردم جای نشستم دیگه چی نیست، بیکار نیست. من به خودتان معلوم است که ذره جای بیکار شد، همه هر چهار اندیوالا بریم بشینیم یک ذره بولانی بخوریم. سلامت باشین، تشکر، زنده باشین، همیشه موفق باشین در کاربارتان، در زندگیتان برکت. پیامتون چیست؟ کدام پیام خاصی ندارم دیگه. پیام خاص ندارم. همیشه موفق باشین. تشکر. همچنان زنده باشین. زنده باشین. دوستای عزیز، بیروبار به حد زیاد است. قسمی که شما در تصویر دیدین و میبینین، انشالله که بیروبار کم شه و بعضی مشتریش که 2 بجه نخوردن منتظر هستن تا اینکه بولانی حاجی شیر آقا را نوش جان بکنن که تهیه میشه. انشالله که فرصت پیدا شه و بیروبار کم شه و خریداری بکنن.
نوش جان بکنن شکمشان درست نست. یک چند تصویر از این ساحل زیبا را بیننده باشین. دوست عزیز مرا همراهی بکنیم. خب بیننده های عزیز، داخل بولانی پزی آمدیم و ماشاءالله به حد بیروبار است. انشاءالله که موزای ماجی صاحب نشده باشیم، صحبت ها را ادامه میتیم. باجی صاحب البته که مشهورترین و معروفترین بولانی فروشی داره. سلام، خسته نباشید. سلام شیر جور، بخیر. چی حال داری؟ بخیر. سلامت باشین، مانده نباشین، خسته نباشین. در گرمی خودم خود مانده میشه دیگه در سر کار. و کارتان بسیار دشوار است، سخت است. یه را کار ما زیاب زور کار نیست، ریزشکاری زیاب داره. کارش ریزشکاری است، زور کار نداره. خب میگم که گرمی است، آدم گرمی زلا میکنه. یعنی در هوای گرم خسته کننده است. بسیار خسته کننده است، زیاب دیگه. خسته نباشی ناجی صاحب، تشکر از اینکه با ما وقت دادیم تا اینکه بیاییم از نزدیک دیدن بکنیم، صحبت هایتان داشته باشیم. خب آجی صاحب، یک چهره بسیار مشهور دارین، یک بولانی فروشی بسیار مشهور و مطرح دارین. میشه که زبان خودتان بشنویم چقدر وقت میشه که شما بولانی فروش هستین، بولانی پز هستین، خودم معرفی بکنین؟ اگرچه خب با چهره نخواد کسی خواهد مرا بشناسه، با نام خود زیاف مرا بشناسم. ما وقتی که بولانی پزی شروع کردم شهر کابل هیچ بولانی پزی نبود. تقریبا دو ماه سه ماه در خانه پخته میکردم، در فرق سر خود از شکر میآوردم، در شهر میگشتم تا که دیدیم که مردم قمی امیر دوست داره که بسیار زیاد. این خود چیزی عوضانه است، بسیار چیز خوبی است. ما خودم امیر زیاد دوست دارم، چرا که روزانه حدمی یک دانه دو دانه خودم میخورم. تا که نخورم میانی میگم چیز گم کنیم. دیگه لطف خداوند است که ما دم وقتی که در خانه پخته میکردم دیدیم که رونق پیدا کرد، باز یک کراچیه گرفتم. من سر زیر زمینی شروع کردم. تقریبا امسال 33 سال میشه از کار. نه نخواد عمرت 33 سال باشه. نخواد، نه عمرم 33 سال نیست. ده عمرتان برکت آجی صاحب، تشکری که در خدمت هموطنهای عزیز هستین. 34 سال یک خدمت کردین، 33 سال، 34 سال به وطن خدمت کردین، به هموطنهای عزیز. بولانی بسیار خوشمزه میپزین، آماده میکنین، پخته میکنین. تشکر، سلامت باشین. و بولانی شراها بسیار مشهور آمد و از خرد و بزرگ پیر جوان که بپرسی یعنی معروف از بسیار هم اگه میفهمن. و فرق بین بولانی و شیراغا و بولانی عادی چی است؟ امیده هر کار که اخلاص باشه، امو کار خودش رونق پیدا میکنه. صداقت باشه، اخلاص باشه، این لطف خداوند است. کسی خوان سر بالای سرمانیست خدا حاضر است. یقین که باور کنیم این کچالو خام هم میفیم. یکی که کسی که امی ستره و نظافتش درست نباشه نمیمانم که کچالو صاف کنه به من. دوم دیگه که امی موادای ما ایچ شویمانه نمیمانه. لطف خدا من چهار تا فریزر دارم که امی نو دفتن که کچالو ما صاف میشه در فریزر هم میمانه میشه. امی مزهش هم، امی کیفیتش هم که امی نتیجهش اینمی چیز است که تازه به تازه هر چیزی که تازه باشه مزهش بالاتر میباشه. یعنی با اخلاص پاک ستره، صفا ستره آماده میکنین، یعنی چیز شب مانده و باسی نمی باشن، از مواد تازه استفاده میکنین. تازه، بسیار تازه. و کچالو هم بهترین کچالو، یکم کچالو خوب باشه، بهترین باشه، مزناک باشه، از این کچالو استفاده میکنیم. کچالو هر قسم کچالو است. کچالو بامیان است، خیلی بهترین کچالو است. کچالو وطن ما شما هر جایش نام داره بخواد. باز یکم کچالو مزهش بالاتر است. خب سلامت باشین ناجی صاحب. میشه مواد لازم میشه به جز از کچالو بگین دیگه چیز اضافه میکنین که همون مهارت تمام داشته باشین در خانه آماده میکنین؟ به می بهانه بولانی شیراغا بگین ما خودم آماده کردیم، ما یاد گرفتیم که ما مشتری پیدا کنیم. هر چیز به لذت خود آدم است. خب همه ما خود اگه چیز نمیندازیم، خب کچالو است دیگه، پیاز سرخ میکنیم اگه سرش اون مرچ است و نمک است دیگه، چیز زیافتر نیست. خب همین دستپخت بعضی دستا مزه‌دار میباشه. اگه بعض قصابی ها گوشت گرفته باشی، از بعض قصابی ها گوشتش خیلی مزه ناک میباشه، از بعض قصابی ها کم گوشتش هیچ مزه نمیده. گوشت همو گوشت است اما مزه نمیداشته باشه. تاثیرش نمیشه دیگه، تاثیر نداره. از ما همین تاثیرش نمی چیزی است که همین شاگرد های من خواه هیچ وقت نمیمانم که یا بی نماز باشن، بی به کلمه باشن، بی بسم الله باشن. هر وقت در کار شروع میکنم با بسم الله، با عضو، با بسابه نظافت یا میان این مزهش هم تاثیرش نمیسته. آها، یعنی کچالو همو کچالو است، پیاز سرخ میکنین، مرچ مساله اضافه میکنین. خمیر همو خمیر است، مواد همو مواد است. خیم قصد اخلاص داره نشسته با اخلاص پاک سترس. این لطف خداوند است. این یقین که باور کنین، یعنی خودم یک نزاکتی دارم که شهر بازار چیزی هیچ از تبم نمیشه، دلم نمیشه.
تا که بم چشم سر نبینم. نمیتونم که با خود فکر میکنیم، با ما همه مردم فکر میکنم اگه ما. و بولانیا که آماده میکنین یعنی پر پر آم میباشه، موادش زیاد میباشه. یعنی بولانیا که ما دیگه از جای خوردیم فقط مثل نان روغنی واره میباشه. همین یک برادرم پیشتر مرا گفت که اول دقیقه چرا پر پر مندازی؟ گفتم باید سیر کنی. مزیش دمو هست. مزیش هم دمو هست خوان برادر پیسه میتا ارزش مورا داشته باشه. اما سیر هم کنم مزیش هم بتا. اگر در یک گوشش مواد باشه در دیگه گوشش نباشه مثل نان روغنی واره. این لطف خداوند از ما روز 70 سیر کچالو کار میگیریم. اگه 70 سیر کچالو را اگه دانکی بودم تا خوش شمار کردن یه برتون مشکل هسته. هیچ خواستایی که یک در بولانی پزی بره. آها نام خدا به حد مشتری دارین، خداوند دگام زیادتر بسازه. زنده باشین، در کار بارتان برکت. در حدود چقدر نفر شما میتارین؟ یعنی بولانی بتین نان بتین، چقدر مشتری دارین؟ در حدود چقدر روزانه چقدر مشتری دارین در کل؟ کار ما زیادتر در زمستان بسیار خوبش میباشد، چرا که بعض برادر از خاطر گشنگی میخورن، بعض برادر از خاطر که شوق خنک میخورن، باید گرم بیمک آسان از شوق میخورن بالا زیادتر میشه از فصل کده. البته خود کلگی معلوم است که از فصل اتو یونو گرمی چربی دل کس نمیشه قدر. اونا که ما برادرها میخورن اونا یک لطف خداوند است، اخلاص ده بینش هست که الما میچله. اگر نه ده گرمی با خود معلوم است که نمیچله خورد. یعنی فصلش نیست ده گرمی چون چرب است نمیتونن خوردن. بعضی ها مریض میباشن از چربی پریز میباشن. گرمی ده گرمی و قدر آدم چربی نمیشه. بازم کسایی آدم صبح که ما شروع میکنیم تا خوفتن ایتو وقت ما نمیداشته باشیم. یعنی فصل زمستان مشتریتان بیشتره؟ بسیار زیاد زمستان. فروشاتان بیشتره؟ فروشات زیادتر. نسبت به فصل تابستان؟ اگر تو روزا کوتاه میباشه فروشات زیاد میباشه. بسیار خوب، سلامت باشید، کار بارتان برکت. و کسایی که معتاد بولانی تان باشه در فصل تابستان هم انزور شجان میکنن. باور کنید که ما خواه یک مایه افتخار است که لطف خداوند که دی وطن خود به برادران خدمت میکنم و دست پخت ما زیادتر برادران میخورن. با ما یک مایه افتخار است که در کوچه که ما میرم میگه شیر آقای بولانی پزه دیدی، شیر آقای بولانی پزه دیدی. این اینیمی یک لطف خداوند است. عزت و ذلت به دست خداوند است. خداوند کس کسی را عزت بده یک بولانی پزی چیزی چیز است. این لطف خداوند افغانستان چی میکنید در سطح جهان برای میشناسن. سلامت باشین، لطفتان از خداوند، همین لطف و مهربانی را یعنی نصیب تمام هموطنان عزیز بسازن. هر کس بتانه یک زندگی آبرومندانه داشته باشه، شهرت خوب داشته باشه. لطف خداوند است که 12 فامیل از بر ما میچله. هر فامیلشان نانخور دارن، همین شاگرد ها که این کار میکنن هفته به هفته یار ماش میتومد بدون شک. این 12 شاگرد دارم، 12 فامیل از بر ما میچله. یعنی از برکت بولانی پزی تا 12 فامیل یعنی شما میچلانین و لطف شما از لطف خداوند است که نان حلال روزی حلال پیدا میکنن. دنیا دارون واسطه است، سبب ساد خداوند است، خب واسطه شاید از سر یک نفر واسطه شما شدید. سلامت باشید. این یک ماه افتخار است که 12 فامیل از بر ما میچلن. سلامت باشید، تشکر. در عمرتان برکت، در زندگیتان، در کاربارتان. پیامتان چی است؟ آجیش بجی بیشتر وقت تان نمیگیرم چون بیدیبار به حد زیاد است. خودتان اون قسمی که شما در تصویر دیدین بیننده های عزیز در مجوریان بولانی پزی بودن، مفتوم آجیش سب من خود تکار دارم. سلامت باشین، پیام آخرتان چی است؟ خدا من یک آرامی را بیاره کمی برادرها با نمیتونم فضا آزاد فضا آرام نمیتونم به خوشی بیام پیش ما بولانی بخورن. ما با ما یک افتخار بزرگ است خدا من وطن آرام داشته باشه. حالا فضل خدا آرامی ضعیف است، خدا کمی مردم اقتصاد ضعیف اقتصادشان ضعیف است. بدون شک سلامت باشین، ندستایتان برکت، قربانتان آجی صاحب، زنده باشین، خیر و برکت ببینید. خدای وطن آرام داشته باشه، برادران را خوش داشته باشه که با ساعت کامل با خوشی بیان یک تک بولانی پیشنا به خوشی بخورن. سلامت باشین، شما همشون سلامت باشین که با پیشانی باز با اخلاص پاک ستره با نظافت میتونین یعنی کار میکنین، بولانی آماده میکنین، میپزین تا اینکه چند نفر اقتصادی هم است. سیر بخواهید پیسه نیست، حتی یک برادرهایی که نداشته باشن خودنوایی به درد نمیخوره. میگم خیر از نمید 20 رو بده خب بده در بده خب بده مدار ما در خدمت هستم. تو کسی را به نامید رایی نمی کنم از سر دکان ما. یعنی در بتم ایتم شد. سلامت باشین، تشکر، دامرتان برکت، در کاربارتان برکت، زنده باشین، تشکر، وقتتان خوش. بخیر خدا نگه. سلامت باشین. خب بینده های عزیز، گفتنی های آجی صاحب را داشتیم، تشکر، زنده باشن، به حد کار داشتن، جریان بولانی پزی بود و ما هم خواست مصاحبهشان داشته باشم. در جریان همی بیروبار همی بولانی پزی واقعا لطف کردن که صحبتایشان ادامه دادن، صحبتایشان داشتیم. زنده باشن، در کار باشن برکت، قربانشان، در دستایشان برکت. خداوند عمر طولانی در نصیبشان بکنند تا اینکه بتانند بیشتر خدمتگار وطن دارای ما باشند، بیشتر خدمت بکنند. زنده باشین.
رسمی که شما در تصویر میبینید آمدیم به بولانی فروشی حاجی شیراقا. یک بولانی فروشی بسیار معروف و مشهور است و یکی از شاگردایش در کنار من هستن، صحبتش هم داشته باشم. سلام. من سلام علیکم. خوب هستی؟ سلامت باشی. خسته نباشی. زنده باشی. مانده نباشی. تشکر. نام چی است؟ بلال. بلال جان چطور هستی؟ شکر. گرمی است؟ خسته هم شدی؟ مانده هم شدی؟ گرمی آمد؟ گرمی خواسته. گرمی است. خب بلال جان چقدر وقت میشه که در بولانی پزی حاجی شیراقا خودت فعالیت داری؟ 3 سال میشه که من اینجا هستم. 3 سال میشه؟ آه. چند سال هستی؟ من 12 ساله. یعنی 9 ساله بودی که آغاز کردی؟ بسیار خوب، سلامت باشی. مکتب هم میری؟ مکتب میرفتم ایلا کنم. چرا ایلا کردی؟ نشد. نمیجا یعنی در بولانی پزی مصروف شدی؟ آه. خانه کجاست؟ مدرسه میرم اینجا. مدرسه میری؟ آه. حال مکتب چرا رها کردی؟ صرف چند بودی که رها کردی؟ صرف 5. 5 رها کردی؟ آه. خب اگه حال میبودی صرف چند میبودی؟ صرف 7 میبودی. صرف 7 میبودی؟ پشیمان نشدی؟ هه. متاسف هستم از این که مکتب رها کردی و خوشبخت ای هستم که اینجا کار میکنی، یک لقمه نان حلال به دست میاری، فعالیت داری. پدر جان چی کار میکنه؟ پدرم ساسازی میکنه. پدر جانم فعالیت داره؟ آه. چند برادر داری؟ یک 5-6 تا هستن. چی کار میکنن دیگه برادر؟ وایشم ساسازی میکنن. وقت پدر جان کار میکنه، برادرها کار میکنه. من کارت هیچ ضرورت نبود تحصیل تا ادامه میدادی. خود دیگه. یا نمیخوای درس ذهنشینت نمیشد درس یاد میگرفتی؟ نمیشد دیگه. تشکر. خوش سلامت باشی ان شاء الله که دوباره آغاز بکنی، یک زندگی درخشان داشته باشی، آینده درخشان داشته باشی. تشکر. خوب بلال جان چطور است کاربار؟ خوبه میشه. در کدام بخش هستی خودت؟ این اونجا دوغ پر میکنم، میارم به مشتری ها، سرای میزها رو جمع میکنم. بولانی پذیر یاد گرفتی؟ نه. از استاد شیراقا؟ نه قیا. هیچ یاد نگرفتی؟ کم کم گرفتم. در کدام بخشش، یعنی بولانی پذیر چند مرحله داره، کدام مرحله یاد گرفتی؟ یک کم فر کردنش یاد گرفتم. فر کردن یاد گرفتی؟ آه. با سلامت باش. باز در خانم کم کم کار میکنی که مادر جان؟ آه بله. بعضی وقتا که بولانی پخته کنم بگوی نقصم پخته کنم یاد گرفتی؟ بله. سلامت باشی بلال جان، تشکر. زنده باشی. پیام چی است؟ پیام ای دیگه ما خب پیام. پیام خاص نداری؟ نه. سلامت باشی، تشکر. زنده. وقت خوش. همیشه موفق باشی، در کار بارت برکت. زنده و سلامت باشی. و خیر باشی، تشکر، زنده باشی. خب دوستای عزیز، گفتنی های بلال جان داشتیم. تشکر باز از اینکه باز هم از اینکه بیننده برنامه های فیسبوک تلویزیون جهانی آریانا هستین. ان شاء الله که جور صحتمند و سر حال باشین. تا دیدار بعد، الله نگهدار.